دارای فرهنگ متعالی در کل کشور افغانستان در بین تمام ملیت هاست ای دارا سربالا نکنه، ای باید متحد نشه، ای باید همبسته باشه، ای هزاره ها باید نابود شد. ای یک توکیه است در پلان همگانیست. اونجا در پاکستان از 3 سال به این طرف 1500 نفر هزاره را در طی کشتار سیستماتیک و به شکل اجتماعی نابود میکنن. آیا میتوانیم ما در برابر این همه مسائل سکوت کنیم؟ در روز اول اکتبر به خاطر مسئله کویت پاکستان در سخت اصل کشورهای غربی اروپایی، در امریکا، کانادا، استرالیا و کل کشورهای اروپای غربی یک همبستگی جهانی را هزارها ایران کردن، پر آمدن در خیابانها و فریاد کشیدن که کشتار هزارها را بس کنید، بس کنید کشتار هزارها را، نسل کشی هزارها را بس کنید. رضا در کویت پاکستان گزارش را بعداً به شما خوانده میشه که به طور سیستماتیک چگونه کشتار جمعی نسبت به هزارها صورت گرفته. و فراموشم نکنیم که این ختم مسئله نیست، ختم کار نیست، این کشتار ادامه داره. اگر در پاکستان میکشند بعداً در افغانستان میکشند، یعنی در کل منطقه شما تحت فشار هستید. به خاطر چی؟ به خاطر هویت نژادی، به خاطر اینکه شما مردم متمدن هستید، شما در انتخابات شرکت میکنید، زنان هزاره بیشتر از مردان شرکت میکنند. اما آقای کرزی، دولت آقای کرزی متاسفانه و متاسفانه باید بگیم در موجودیت چه کشوری دموکراسی در داخل افغانستان هزاره ها را از بازسازی اقتصادی کاملا و کاملا محروم نگه داشت. در این 10 سال هیچ گونه بازسازی که شما تصور کرده میتونید در هزاره جا به وجود نیاد. با وجودی که هزارآجات منطقه امن بوده، منطقه صلح بوده، ولی متاسفانه که باز هم هزاره ها را از چشم بازسازی اقتصادی انداخت. و این به خاطر از این هست که اگر هزاره ها از لحاظ اقتصادی نیرومند شود، از لحاظ اقتصادی اینا پیشرفت بکنند، سرک بره، شفاخانه بره، مکتب بره و اینا تحصیلات عالی خود را ایدن، چون مردم بسیار فکور هستند، مردم آگاه هستند، مردم با استعداد هستند و اینا میتونند که خیلی کارهای بزرگ را در افغانستان و منطقه انجام بده. به او خاطر در او توطیه نانوشته یا در او قرارداد نانوشته در کل منطقه، در ایران، در پاکستان و در افغانستان یک قرارداد نانوشته نسبت به هزاره ها وجود داره که این مردم باید پیشرفت نکنند، این مردم باید به ترقی اقتصادی نرسند و این مردم باید کوبیده شوند و این مردم سرکوب شد. شما تصور کرده میتونید که در قرن 21 در موجود چند کشور دموکراسی در افغانستان باز هم کوچی در هزارآجات میره و در اونجا بیداد میره و تارات میکنه؟ در کویت پاکستان در روز روشن در سرویس بالا میشه، میگه کافرها باید جدا شد و هزاره ها را جدا میکنه و در پایان تیربارانشان میکنه. این از سرنوشت شما، پس شما باید سرنوشت خود را به دست خود بگیرید و این ات وقت میتونی شما سرنوشت را به دست که متحد باشین، همبسته باشین، منطقه گرایی را کنار بانید، سلیقه های شخصی را کنار بانید. اینجا نگوین که از بیسود است، از کویت است، از جاغوریس، از بایزنگیس، از فلان جد نگوین، متحد باشین. شما برای بقایتان مجبور هستید که متحد باشین، برای بقایتان. دیگرا از روی هوس متحد میشن، هیچ مشکلی نداره. ملیت های دیگه افغانستان شاید هیچ مشکلی نداشته باشن، برای اینکه به نحوی با کشورهای بیرونی یک رابطه مرزی داره. چی و ازبک ها، البته برادران ازبک ما برادران ما هست، ما اولاد یک پدر هستیم، از یک خون هستیم، یک قوم هستیم، ولی به هر صورت چی ازبک ها، چی تاجیک ها و چی پشتون ها به نحوی مرزهای بیرونی دارن. اما شما در یک محاصره اقتصادی و جغرافیایی قرار دارین، شما مرز بیرونی ندارین، پس شما را به سادگی میتونه با محاصرات محاصره اقتصادی، با محاصره اقتصادی شما را مثلا در دوران طالبان هم کار کردن، محاصره اقتصادی کردن. یک بوجه آرد شما دیدیم که یک بوجه گندم در هزارآجات یا یک سر گندم چقدر قیمتش بالا رفت. لذا راه نجات در کجا هست؟ راه نجات در اتحاد شماست. فقط اتحاد داشته باشید، در هر جایی که هستن متحد باشید. چرا متحد بودن موتو هزاری عزیز، هزاری گرامی، متحد بودن موتو مجبور است متحد باشید. دیگران مجبور نیست، چون تو بقای فیزیکی تو در خطر است، تو از لحاظ فیزیکی میخوای نابود بکن. پس اتحاد تو یک امر ضروری هست برای بقای خودت، جانم، برای بقای خودت. اگر میخوای زنده باشی باید متحد باشی. و این هر جا است که در اینجا ما در غرب متحد باشیم، در افغانستان متحد باشیم، در پاکستان، در کویت پاکستان متحد باشیم و نگذاریم
ما نگذاریم که منطقه گرایی و ده ها اختلاف سلیقوی ما را از هم دیگر جدا کنه. وقتی که شما جدا شدید، جدا جدا انفرادی شما را بسیار بسادگی دشمن میتونه از بین. نقطه دیگری را که میخواستم خدمت شما عرض بکنم وی است که شاید بسیار کسا تصور بکنه که ما هزاره هزاره میگوییم و البته به وحدت ملی در افغانستان اعتقاد نداریم. نه، اینطور نیست. ما که هزاره میگیم، ما که میگیم عدالت میخواییم، ما که میگیم ما حق خود را میخواییم، حق مشروع خود را میخواییم، ما به خاطر ازی میخواییم، ما به خاطر ازی که حق ما تلف شد. ما هیچ گاهی آرزو را نداریم که حق دیگه ملیت های افغانستان تلف شود. پشتون ها، تاجک ها، وزبک ها برادران ما هستند. ما در یک کشور زندگی میکنیم، یک میهنه داریم، در یک میهنه هستیم. ما هیچ گاهی چیز را نمیخواییم برتر و بیشتر از دیگران، فقط به اندازه نفوس خود ما حق میخواییم. وقتی که میگیم به اندازه نفوس خود ما حق میخواییم، توجه باید داشته باشین این حق خواستن در دو تا وزیر روان کردن در کابینه کردن نیست که یک چهار تا وزیر داشته باشه حقت رسید. نه قربانت جان، حقت در چی هست؟ در بازسازی اقتصادی مطابق با تعداد نفوست باید مساویانه بودجه تخصیص کنی. در مدنی دولت از سفارتخانه گرفته تا کنسولگری ها تا ریاست ها تا تمام چیزا باید در اندازه تعداد نفوست که 25% نفوس افغانستان هزاره ها تشکیل میده، به اندازه 25% نفوس در مدنی دولت بر شما باید حق داده شد. در امراض تعلیمی، تربیتی و تحصیلی و فرهنگی باید حق شما داده شود. این حق هایی به هیچ وجه دشمنی با ملیت های دیگر نیست، به هیچ وجه اختلاف با ملیت های دیگر نیست. ما هزاره ها حق خود را می خواهیم و به خاطر حق خواستن ما مجبور هستیم که باید بارم تکرار می کنم و تعریف باشیم. بدون اتحاد، بدون همبستگی و بدون همگرایی ما هیچ کار را از پیش بردن نمی کنیم. چنانچه ما در عمل دید که مقاومت 3 سال مقاومت غرب کابل تحت رهبری شهید استاد عبدالعلی مزاری برای اولین بار درفت گلگونی هزاره ها را بلند کرد، درفت خونونی هزاره ها را که در 100 سال تاریخ هزاره با خون نوشته شده است، این درفت را بلند کرد. استاد عبدالعلی رهبری کرد مقاومتی ها. مقاومتی غرب کابل فصل جدید در تاریخ هزاره ها است، یک فصل نو است. بعد از مقاومتی غرب کابل بود که هزاره ها در سطح ملی و بین ملی مطرح شد. بعد از غرب کابل بود که هزاره ها را مردم شناختند. بعد از مقاومتی غرب کابل بود که این مقاومتی که با خون انجام یافت، مقاومتی که با خون انجام یافت، ده ها و صدها و هزارها هزاره در راه مقاومت جانهای شیرینشان را از دست دادند. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگر هزاره بودن در افغانستان ننگ نباشد، دیگر هزاره بودن در افغانستان جرم نباشد مثل که در گذشته جرم بود. کسی را اگر میخواستی دشنام بتی برش میگفتی در کابل در سالهای دهه 40 و دهه 50 یک راه دشنام دادن هزاره گفتن بود، چون ما خود ما شاهد همی صحنه بودیم. وقتی که بچه هایی که در لیلیه درس می خوندن در یک غوری در وقت نان خوردن که می آمدن هزاره که در یک غوری می آمد، او بچه های دیگر که از دیگر قوما بود و می رفتن در یک غوری می گفت که غوری ما دست نمی زنم که غوری مردار می شد برای دیگر که هزاره اینجا چرا ما که هزاره نان بخورم. ببینین به یه حد سر شما ستم است، شرم نیست، خجالت آور نیست که با تمام اینمی دردها، با تمام اینمی درسای تاریخی، با تمام اینمی عبرت ها ما باز هم از هم دیگر جدا باشیم و در تفرقه و نفاق زندگی کنیم؟ به نظر من شرم است و حتما شما هم با این موافق هستیم. بیاییم با مشت واحد، با مشت های گری کرده در یک مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و در جایش در افغانستان و پاکستان در جایی که لازم است حتی جواب دشمن را باید با مشت داد. شما ببینین رئیس جمهور پاکستان آقای زرداری وقتی که با رهبرای هزاره کویته ملاقات میکنه در اونجا شیعه مطرح نمیکنه، در اونجا میگه که هزاره ها مردم قانون مدار است، مزاره ها مردم قانون مدار است و ما دشمنانشان را پاسخ میدیم. میخواید گپ است که آیا میتنه نمیتنه و حرف جداگانه است، ولی امی که معترف است که هزاره ها مردم قانون مدار است و مردم است که پابند قانون است. آقای کرزی ده ها بار در مجالس هزاره ها شرکت کرده، همچنان در بامیان بارها گفته که هزاره ها مردم متمدن و قانون مدار است.
مگر وقتی که میگویند که مردم متمدن و قانون مدار است، مگر برای می هزارها کمترین وجه اقتصادی را از لحاظ بازسازی تخصیص نمیکند، به خاطر اینکه هنوز ذهنیت قبیلوی، هنوز ذهنیت فاشیستی در ذهن ادارچی های افغانستان دقیقاً که وجود دارد. به او خاطر است که بسیار تلاش میکنند که به یک نحوی ما و شما را، تاریخ ما و شما را، با هویت ما و شما را مسکوت بسازند، یک نوع سکوت بکنند در برابر. ببینید، یکی از دانشمندان غربی یک کتابی می نویسد. ما که پیشتر عرض کردم که ما بزرگترین تمدن‌ها را در منطقه پی گذاشتیم و نابودی هزاره تنها به خاطر هویت نژادی و مذهبیش نیست، بلکه به خاطر ازیست که وارث تمدن‌های بزرگ است که بازی مردم آقا نشه که ما دارای چنین تمدن‌های بزرگ بودیم. یکی از دانشمندان غربی یک کتاب می نویسد به نام هزاره‌ها کلید آسیا. ببینید، هزاره ها کلید آسیا. وقتی چنین کتاب را یک دانشمند غربی، یک معرق دانشمند می نویسد، معناش چیست؟ معناش این است که هزاره ها در منطقه تمدن های بزرگ را واقعا کلید. امروز نمیتونیم چون اسناد معتبر تاریخی نداریم ناگفته همانه که هزاره ها بزرگ در سرزمین های وسیع پراکنده بوده در بزرگ. ولی یک نکته فراموش نکنیم که شما 250 که در تاریخچه آمده 250 هزار کیلومتر مربع سرزمین تاریخ، اما سرزمین حاصل